بیشتر صحبت میکنیم در همین رابطه با مهمانانم که در استودیو با ما هستند محمد ظاهر فیزی رئیس انجمن محصلین افغانستان محیودین منصف عضو مجلس سنا و لالگلر رئیس سازمان حقوق بشر مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین خوش آقای فیزی در آغاز میخوایم از شما بدانیم از چگونگی این حمله و اینکه چقدر این مسئله بر روح محصلان تاثیر سو گذاشته شفاف دعا دارم بر تمام شهدای محسلین ما و بر بازماندگان شفای عاجل میخوایم و سلام خدمت تمام بینندگان های عزیز و خدمت دوستای ما که تشریف دارن خدمت همه شما موضوعی که دیروز یک حادثه بسیار دردناک رخ داد و این حادثه در تمام تاریخ یک لکه سیاه بر حکومتداران کشور ما داشت و ما در هیچ دنیایی ندیدیم که بالای معسل همچون یک حمله صورت بگیره بالاخره یک مسئله جز یک قلم و ورق چیزی دیگه ندارن و اینا هستند که سبا آینده از این کشور جور میکنن ولی اگر اینا بخواین ما را از ریشه خراب بکنن حالتش اینمی است که محصول کشور از بین میبرن افغانستان جز محصول دیگه چیزی نداره اگر ما میگیم همه چیز داریم زخایر داریم و معدن داریم و از قبیل همچو موضوعات خاص ولی تا به امروز از اونها استفاده نشده همین محصول است که ازشان استفاده میشه به نحوی مختلف و امروز ما می‌بینیم که بالای پانتون کابل بالای محصلین عزیز ما و تعداد اساتید ما که اونجا شهید شدن و محصلینی که شهید شدن بسیاری محصلین زخم برداشتن اینا یک حادثه بسیار خراشنگیز است برای تمام محصلین افغانستان تنابره برای کابل نیست این روحیه از ای بالای 34 ولایت متاثر میکنن دو ولایت ما که پانتون نداره دایکندی و نیمروز بالا از اینا هیچ فرقی نمیکنه ولی محصل دیگه کوشش نمیکنه که داخل پانتون کابل درآید و این حادثه باعث شد که پنج سال روحیه مسئله از نگاه تحصیل ضربه بزنه و ما فکر میکردیم که جناب رئیس صاحب معاون دوم معاون عمل کشور امنیت کشور گرفته بود قبلا امنیت رئیس امنیت بود ما خوشحال بودیم که شاید امنیت بیاید به با کشور ولی این یک حادثه بسیار کلان شد برای از او و این یک ناکامی را نشان میده که همچو یک موضوعی پیش بیا و من نمیفهمم که شبکه امنیتی ما چی کار میکرد که وقتی که یک اگه حادثه رخ میده و معسل زخمی میشه و استاد شهید میشه پاسخگوی از است ما فقط دو دقیقه افتخار میکنیم که بیرق نیما ماتب ملی یعنی چی؟ ماتب ملی یعنی چی؟ باید شما پیش از پیش این نظریه را مد نظر می گرفتین مسائل ما شهید میشه مسائل بیچاره میمیره مسائل خود در نظامی هیچ وقت داخل نبوده مسائل چی وقت در نظامی داخل شده که شما اورا میان بالا ازو حمله میکنین آیا ما نمیتونیم همین قندکی که در این پنتون کابل که پیش از 90 نفر یا 80 نفر عضویت داره همینا چی میکردند اونجا چوری قدر مسائل گشته شد دلیل از پاسخگوی از کی است آیا این مسئله دیگه عمو مسئله خو اعضای فامیلش هست؟ آیا او دیگه کوشش میکنه داخل دستیل بره این خو یک ضربی بسیار بزرگ است برای کشور یک ضربی ای است که هیچ کس جبران داده نمیتونه در دا تاریخ درست ممنون آقای لال چرا بر دانشگاه کابل حمله صورت گرفت سلام پیجی افکر کوم چې دا لومړی حمله نه و چې مونږ د دې سوالو کوچولې په په هونتون باندې حمله وشوال د دې نمخیم په دې هونتون دي جنکو په لاله باندې حمله شوی او د دې نوړند د هواد په نورو کونکو کنار تیر ورځ د کاوسر په خونیز مرکز په مکتبونو په په جمعهتون باندې په تکیه خانه باندې په جنازو باندې یعنی دا د تورورستانو د پاره د تر هغهرو د پاره بې تفاوت خبره ده چې ولې د املا دوی په پوهنتون باندې وکړل چې اوسړه په جنازه باندې حمله کوي چې اوسړه په جمعات باندې حمله کوي چې اوسړه په مدرسه باندې حمله کوي نو د پاره په پا پوهنتون ډیر بې تفاوت خبره چې هدف میټونه در عقب این حمله باشه ګوره د خو د هغه استخباراتي هلکی دی او کړي دی او هغه تورورستان د چې په افغانستان کې دوی شمه مخ په مخ باندې بیاي که منګه فکر وکړم چې ولیده س عملی دی سموخي لري دی لپاره نو په کار خونه د شور په افغانستان کې دغه س دی, دی انسان خو څه کوي چې دیو حیوان وینه هم به ویني شي په دې خاطر باندې چې د جنگ اصلي خلخ خو چې د حکومت او طالبان اغه د سولې خبرو تکلل دي نو د سولې خبرو ته شلاړ په هواد کې ولې توتر خاله د پټکه نه پیدا کوي چې دغه استخباراتي کړیو لاسونه ونیول شي دغه استخباراتي مخې په افغانستان کې قطه شي کدی وی خنوي چې موږ سولې ته چمنيو او د بلې خانه اخلاقي تعهدم سپاري چې موږ به اوربند کوو نو د اوربند په څو وخت کوي چې مليشت منی دی منځلارشي چې انسانان دونان زلميان دی منځلارشي حتی د پهونټونو د مکتبونو شاګردان د د خونی زوست د تنکیتن کې شاګردان هغه په وینو کې علم بیږي افغانستان دی وینو ډن جوړ شي دا غي نه پس به اوربند سمانه لري دا غي نه پس به د سولې خبري سمانه لري د سولې خبري خو په دې معنی باندې وي چې نګ د آرام ساو اخلو په افغانستان کې نور تال تاریخواله او دغه خوشونت د پټی کې پیدا کړی کله چې دغه د سولې خبرو سره دا دا شین منګ نو وینو نو د سولې خبرې منګ تبي باور دي او ولست او منګ د سولې په خبر خبرو باندې هم نور باور نشو کولای کچیر ته د جنگ کې له خواوی واکېن سولې ته درناوی کوي د الله امر ته درناوی کوي د هغه د پیغمبر امر ته درناوی کوي قران او حدیث ته درناوی کوي وسلو خير پاسولو باندې د عملو کې او د سولې ترپته د لاشي نا چې موږ د دغه سي انساني نورینينو او انساني غميزو مخه ته اساني سره ونيول شو د دیناتوب مبارز ځان نشي خلاصواله چې د کابل په پهونتون باندې بریډ مغ نه ده کړه او دا مسؤلیت موږ په غاړه باندې نه خو د جنگ کې لخواوي او د جنگ عاملین معلوم دي تنور ګرم دي دلته هر څوک ډوډۍ فور کوي کدهغه په افغانستان په موجوده غمیزه کې هر څوک ترورستي عمل کوي او هر چاته دغه زمينه مساېد کې دای استخباراتي لاسونه وي کده د دا داعش وي کده دا الکیدوي کده درویش در نوري نریوار تر هغه لري ډلی وي خوالي مسولیت دي دغه بر او خون په خاړه باندې چيو حکمت ته طالبان د حکومت خچغي وې طالبان ته تا چرآزی ور بندوکي او د جګړې او د تطریخوال خوشونت په ځای باندې د سولې خبرو ته لاړ شي وسته طالبانو ورده چولې د حکومت دغه وخت نه تاییدولس دغه وخت نه والی جواب نه ورکوي کواکي اندي د سولې د پارا سي سي اراده لري او په دې نيات باندې دی راوتلې چې موږ د سولې خبرې په دې خاطر مخړو چې په هیات کې ور بندوشي په هیات کې وینه بند شي نو ول دا ضرورت نه کوي چې ور بند ته دیم راوړاند شي چې بیا معلومه شي چې آیا دغه من نه نه هم لږی کیګو مسولیت څوک په غاړه نه اخلي یا سمبولیک شکل باندې د داعش دا او د دا القائدا یا په یو نوم په بل نوم باندې پاغي باندې اچول کیږي نو بیا به دا معلومه شي چې آیا دلته داعش تونه لري کنه بیا به معلومه شي دلته القائدا شته کنه بیا به معلومه شي دلته دروښناريوالي طرحګري دل شته کنه کبل د نه چې طالب د دی دین ازدان خلاصوي مبارکۍ چې منګه داس برېدون نه کوو تاسو وکټش په دې اته میشتو چې دغه دایښ خود امریکا سره هوکړه نه دا کړي کنه دروښناري وال تر هغرو ډل خود امریکا سره هوکړه نه دا کړي کنه الکاده خود امریکا سره هوکړه نه دا کړي کنه په دې اته میشتو چې ولې په امریکایانو باندې عملي نه کیږي ولید غدای شپ امریکایانو باندې د القاډا او د تروریسټل یوو رزم د امریکا په بیس باندې د امریکایانو په دغه باندې عملونه وکړي یی دینه معلومیږي چې جګړه د یو ځینې رهبری کیږي جګړه د عامه ځینې رهبری کیږي چې امریکا سره توافقات شوې دي او د امریکا سره په دغه خبرو کې مامله شوې ده او د هغه ماملي په صورت کې په موږ باندې دغه سنورینونه تپل شوې دي او دغه هر ورځ منګا دي د دغه انساني غمینو سره لاس پکريوانیو ممنون آقای منصف شما فکر میکنین که این حمله بتونه توجیه داشته باشه؟ تشکر بسم الله الرحمن الرحیم قبل از همه اظهار سپاس میکنیم از دعوتتون عرض و سلام و ادب داریم حضور این جناب شما مهمانان عزیز همکاران عزیزتان و همه بینندگان عزیز ما هم به نوبه خش عرض تسلیت داریم به خانواده های شهدا و برای زخمی ها شفای عاجل از درگاه رب العزت آرزو داریم البته ای حمله در حقیقت حمله بر علم است حمله بر معرفت است حمله بر انکشاف وطن هست ای هیچ نوع توجیه اسلامی و انسانی و منطقی ندارد در هر قاموس گیر بندازیمش این توجیه شد دین مقدس اسلام که به سراحت این موضوعات رد کند پروردگار جل جلاله میفرماید که من قتل نفسا بغیر نفس انما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ببینین کسی که میگه میکشد یک نفس را بدون مقابله نفس یعنی بدون قصاص بدون از که شریعت را اجازه بده در سه مورد که شریعت اجازه میده در غیر از گویا همه انسان ها را کشت یعنی قتل یک انسان بیگناه در قتل همه انسان هاست اینا که ای کارا را میکنن از لحاظ اسلامی خو هیچ توجیه ندارد و از لحاظ بشری و از لحاظ منطقی که ما بری از او در هر قاموس ببریمش نه در قاموس اسلامیت نه در قاموس انسانیت این جایگاه ندارد یگانه چیزی که ما از کاری از اینا برداشت میکنیم کاری از اینا فقطی است که میخواهند به همه جاها در کشور حمله کنن خصوصا بر نهادهای تحصیلی و تعلیمی که خدای خواسته مردم افغانستان را اینا در جهالت بگذارند اونها میدانند یگانه راه ترقی کشور یگانه راه بالا رفتن کشور یگانه راه راهی که با جهالت با ناامنی با همه مشکلاتی که در وطن مبارزه میکند و از این مشکلات وطن بیرون میکنه علم و دانش است این همین مراکز اینها مورد هدف قرار میتن بجز برای از مسئولیت بر میگرده به ها آقای منصف ببینید این بخش های مختلف داره بیشتر مسئولیت از این به طالبا برمیگرده. اگرچه طالبا خود اگه میدن ولی برایت دادنی از اینا براحت نمیشه به این معنا که اگر داعش است یا سایر شبکات تروریستی است که داخل افغانستان مه زمینه یا بستر آمدنی از اینا را کی مساعد میسازه خامی که مساعد از یک طرف که است در دوها مذاکرات صلح تا اکنون روان است کدام نتیجه به اون نرسید هر قدر بهانه را کونا خواستند از حکومت افغانستان خواستند آخرین حرفشان می بود که پنج هزار زندانی ما باید در شد در حال زندانیا اونها که از محاکم سلاسه هم تایی شده بود ولی همون خواستشان هم حکومت افغانستان قبول کرد. اما جام زهر نوشید که صلح به در وطن متاسفانه که نامد آل و خاطر از این کسی که اینها را کس درس میده بر از اینا که شما جنگ بکنید و امتیازات بیشتر میگیرید این گپ بسیار یا یا حکومت باز در آینده اگه حکومت شریک شون وطن بیان بالای کی حکومت میکنه بنان ما 100 درصد عامل ازیرا بستر سازی برای از اینا را جانب مقابله که طالبان میدونیم گرچه وا خود برات بتن برات نمیگیره درست ممنونتان آقای فیضی فعزی... از دید شما چقدر تلاش صورت گرفت پس از حادثاتی که در گذشته صورت گرفته بود مثلا در همین ده روز بر کورس خوصر. کوسر دانش حمله صورت گرفت چقدر پس از او تلاش شد که در نهادهای تحصیلی افغانستان تدابیر گرفته شود بر تامین امنیت و جلوگیری از چنین حملات از دیدگاه ما برای همچو امنیت چون حادثه ای که بالای کورس کوسر شما ذکر کردین در روز پیشی که رخ داده بود و همروز که حادثه رخ داده بود از این نگاه معلوم میشه که هیچ کدام تدابیر امنیتی گرفته نشده بود با وجود از اینکه کندک ما اونجا هست و کندک پلیس و اردو و همچنان در قاطع از او امنیت هم هستن و تمام موضوعات از اونا آگاهی پیدا میکنن چون کشف امنیت هم استخبارات باید به حالتی باشن یا به درجه باشه که پیش از وقوع واقعه جلوگیری بکنن ولی ما تا به امروز هیچ جگه از حادثه ای را ندیدیم که قبل از وقوع جلوگیری شده باشه اما تمام حادثه وقتی که در دا دان دروازه میرسد نفر کامیاب میشه شما برای ما ایره ما برای شما ایره میخوایم بگویم که کشتن یک بیگناه قتل یک بیگناه در یک پلی ترازو در روز مشهر گذاشته میشه و تمام جرم هایی که جرم حدود شمرده میشن که هفت جرم است تمام از اینا را به یک پلی ترازو دیگه میگذارند و جرم بیگناهی که کشته شده قتل یک بیگناه کشته شده او به زمین میفته پلی ترازو از گرنگ بشه جوابگوی از در روز آخرت تمام از دولت مردا است و ما پرسان میکنم امروز از حکومت به خاطر ازی که چگونه شما این یک اجازه برای یک دولت برای برای خاطر ازی که یک مدت زمان میار زمان جنجال های برانگیز رخ میتا و همه ایشان پای زنجیری است شما اگر متوجه باشین تمام حادثه به یک حادثه به یک طرف غرب کابل رخ داده میره چرا یه حادثه به طرف غرب کابل رخ داده میره با کدام دلیل چرا چرا که مرکز تعلیمی اونجا بیشتر است و اینا میخوان که می مرکزهای تعلیمی را همه زینا را یک یک از بین ببره و میخواد ستون جامعه که یک ستون جامعه که بالای علم استوار است و اینا را از بین ببره شما میگین حکومت بی‌پروایی کرده بله دقیقا حکومت در این راسته بپروایی کرده و حکومت با, با دلیل از ای که تمام نیروهای تجهیزی شما ببینید ما بیش از 80 هزار یا بیش از یک لک هزار نیروهای امنیتی داریم بیش از اینا ولی یک تنها در کابل هدفیم است ولی 6 نفره ما تمام تجهیزات داریم با نیروی امنیتی بسیار لباس شیک داریم بسیار اصلی های بسیار مدرن داریم همه از اینا نام خدا بسیار جوانای رشیدی هم از دوجا ولی یک چهار نفر یا پنج نفر با اتوباس سر لباسشون سعی میکنی با یک چبلقی کنده میان با اوجا اسلحه جنگ میکنن و اینا چقدر اصلیه میاره دوجا که تمام روز دوجا جنگ میکنه در زمان اصلیه وقتی که اینا جنگ میکنن در بین جنگ بر از اینا کی مواد میرسونه دلیل از است کی پاسخگو از دی رابطه چرا نیروهای امنیتی یعنی شما میگین کسان هستن که همکاری میکنن دقیقاً دقیقاً همکاری وقتی که همکاری نباشه اینا چگونه داخل کابل ما ما یک موتر دارم بسیار موتر ضعیف وقتی که در هر چک پوینت میره 50 دفعه تلاشی میکنن اینا چگونه تا اونجا در پنتون کابل میرسه که وقتی که در دروازه پنتون کابل میرسه ما در دروازه پنتون کابل 4 5 تا چک پوینت داریم چگونه از این چک پوینت ها تیر میشه از تلاشی ها چطور تیر میشه اینا با کدام دلیل اینا تیر میشه تابیس کې ان اوس خوده حکومت سازماندهي ميشه او بالاي حکومت بالاي معاشي او چارهي مردمو بيچاري غريب ما فقير بيچاره زده ميشه درسته منمون اقي لال شما شي فکر مكنئ كې چه بوايسته تا اين گونه حملات در نطفه مهار نشي او وخونسا ساختنه شي پخپل بند دغه سي عمليته په صورت نيسي د پخپل بندي مونته سواليه دي دا په دې معنی باندې چې ګور د ولسمشهر لمړی مرستال وایي چې هغه خپل ناکامي مني چې دا زمنګا استخباراتي ناکامي و کدی وي خونه استخباراتي ناکامي و د بل خونه امنیتی ناکامي دی ول تر سره کړله هغه سی وقنوش په کارو هغه سی خپل عمل چې په کارو ول د امنیتی او قانون دي خونه تر سره نشول دی پزیسیاب د خبرې په اساس باندې شاغي د یو دوه زړو کلشن کو په سر راځي یا دغه په اسانۍ باندې د دننه په هونتون ته داخليږي د بلې خوانه تاسو دات زدو نقیز سرګندونی وګوري چې په سمبولیک شکل باندې د داعش د لويي چې دوه کسان د دوی ترورستان دی په هونتون ته شامل شو دي امنيتي اورګانونه وی چې منګه درې کسان تورورستان د بخونه ورډولي دي او اوجلم دي دلته څه خبره منل کیږي کدلته دغه مسائل استخباراتي مسائل سيستماتیک نه وي نو دلته د دوړو خبرو کې زدو نقيز دي د داعش وايي چې دنه پر دي حکومت وايي چې درې نه پر تر هغره کوي ایا په دې کې ولوس کوم یو خبره تایید کړي چې د حکومت خبره ومني کله د داعش خبره ومني چې په استلاغي د خلکو نمونه اپشا کړی دی عکسونه هم اپشا کړی دی دلته کومه خبره د خپل باندې ولسته د سوال زه ده خو ک هرڅوک دغه سي عمل تر سره کوي کدا د داعش وي کدا طالبان وي کدا حکومت وي کدا نوړي تر هغره لري د ال القاعده و غیره وي مان دغه 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 سي عمل په قلقاباني غندو او د 152 مليونو نړیوالو په سنډن نغختنه کو چې دغه سي فایل په پا پیخو په 1 باندې چې ډېني تر سره کې عقلن په افغانستان کې په زرهاو پیخه تر څه تر سره شو دي ارث کوم دی پیخه املین تر څه نه دي معلوم شوی چې دغه پیخه چا تر سره کړل دغه چې د خلک تورورستان او أجل شو دا د چا پورې او د چا زوی او د چا ورور او د کوم نسل نه ودي کوم زیات پورې مربوط تر څه پورې نه نړیوالو 81% 52% نه ملي 81% 2 نو د ولستوب ده هرې پیخه د پایلې په اړه معلومات نه دی ورکړي ولس د دې وخت نه کوي چې هم ملي 52% هم نړیوال 52% د جنگي جرمنو نړیواله محکمه د هغه سره والد د ملګری ملتونو د امنیت شورا ده هغه باید لاس په کار شنو نور, نور منګه دغه حالت او دغه وضعیت منلو ول نه دي ولس دغه حالت نشي زغمله نور نو په دې خاطر باندې هر چا ته په کار دي کو ولس وي ک حکومتي چارواکي ک نړۍ وال هر څو کی او په دغه سمسایل کې مسؤلیت لري هغه باید سرته ورسوي نور تر کومه pore ba manga de dagase mro aw de janazu aw de dagase wineto eduno sirf de tamashite kino aw yawaz de de tamasha bakaw nor de de jang khele khawai de jang khele rahbaray chi komedi pa de walas ba neduno rahm waki de dagase teroristibriduno de dagase wajano che aga ba ham ka de jagri pa dagger kita so har ta sarakawai aga ta so khpal karday kho wal da har gas mang de tajaza nawarkaw che sta so de mukhud de para de maliki khalq ham zani qurbani warki ham de malik قربانی ممنون آقای منصف از دید شما صحبت هایی که صورت میگیره یا واکنش هایی که نشان داده می آقای سالی اشاره میکنن که القاعده ای حمله را انجام داده و از تکتیک های مشابهش استفاده صورت گرفته در حال که آقای خلیزاد میگن که در چنین شرایط نباید حکومت و طالبان امتیازگیری گیری کنن شما این صحبت ها را چگونه میبینید؟ ببینید حملات از هر بخشی که باشه حمله تروریستی است چی از طریق شبکه یا, یا چه داعش است یا سایر گروه هاست یعنی رب میگیره به همو سازمان های تروریستی هر کدامش که باشه خیر به هر صورت اگر یکش کسی مسئولیت میگیره و دیگاش ممدی از او همکاری از او استن. ما قبلا هم اشاره کردیم که بدون هماهنگی با یکی دیگر اینا نمیتونن که وارد همچو عملات شون اما یعنی میگن ارتباط مستقیم میان همه گروه های حراس افغان در افغانستان وجود دارد یقینا برد. اما شما هنگ هستن شما از طریق سازمان ملل متحد اعلامیه شنیدین که طالبها ها ارتباط خود را از القاعده قطع نکردن خو ای ظاهرا میگن که ما قطع کردیم در متفاهم نامه که با امریکا امضا کردند و میگن که ما مطابق عمل میکنیم ولی در عمل ما میبینیم چیزی دیگر است ولی که معاون صاحب اول یا سایر مسئولین حکومتی می زینا حرف میزنن ما از اینا حرف نمیخواهیم ما عمل میخواهیم آنه چی پوانتون کابل بوده است چی سایر کورس ها بوده است یا چی مساجد است چی مکاتب است چی سایر جای عامل منفع است که حمله به اینا صورت میگیرد ما خواهش ما جناب رئیس جمهور معاونینش نیروهای امنیتی و دفاعی ما با واسطه که جانهای فدا میکنند در سنگرها ولی خواهش ما از که بخش استخباراتی و کشفی ما باید قوی شود اگر نمیتونن اینها امنیت گرفته میشه که امیر به خود همین نهادهای تعلیمی و تحصیلی بسپارن یعنی از اون با امی مسئولیت که بر اونها بسپارن خودی از اونها میتونن که به شکل درستش افراد که استخدام بکنن امنیت را بگیرن و ای یک حرف بسیار واضح و روشن است که چهار تا توریست و کسی او را کس مهار کردن میتونه حتی می خواهرای ما را برادرای ما را که شهید کردین اگر اصلی ها از ما می بود یا نمیتونستن که یا داخل شوند یعنی مردم افغانستان با اسلحه با جنگ با ایگپا با کلش آشناست یعنی عمرشان در جنگ سپری شده است. از جنگ و مبارزه نمیترسن اما اعتمادی از اینها در ارتباط با اسباب ظاهری در عالم اسباب به حکومت است حکومت مسئولیت داره صد درصد چه در کابل هسته چه در ولایات است در قسمت تامین امنیت همه شهروندان آیا شما هم فکر میکنین که کسان هستن که همکاری میکنن با این گروه های حراس افغان در داخل حکومت و یا در داخل نظام شما ببینید که همین ضعف استخباراتی خودی از این نشانگری از این هسته که مهره ها یا امو اشخاص وابسته به مخالفین طبعا وجود داره اگر وجود داشته نباشه به با چه شکل اینا به شکل بسیار آسانش کسی اینا داخل میشن ما دیدیم که پیمان میثاق امنیتی در سر تا سر کابل و در ولایات باید کسی عملی شود ولی نتیجه از چی بوده است جرایم جنایی روز به روز بالا رفته میره جرایم تروریستی روز به روز بالا رفته میره و خواهش ما از نیروهای امنیتی و دفاعی است که اینها پلان خود تغییر بدن پلان تغییر دادن به است که جانب مقابله ببینن از چه تکتیکی او استفاده میکنه در مقابل تاکتیکی از یک تکتیک جدید اینا کار بگیرن بالای افرادی که مشکوک هستن او رو کس ایواز بکنن و جدیت کار از اینها در بخش کشف و باشه در این صورت ما میتونیم که مهار کنیم در غیر از ای وطن خدای ناخواسته روز به روز به طرف فاجعه میره و امید خیری از طرف طالبان نیست که ما بگیم و به حکی هستن میتون صرفی ای که ایالات متحده امریکا سایر کشورهای جهانی که بالای پاکستان فشار بره یا بالای حامیان از اونها که طالبان را وادار بسازن به صلح که آتش بس بکنن در قدم اول و بعد از او وارد صلح شون در غیر از اون می جنگ ادامه داره و این ضرورت به ای داره که ملت ما بسیج شوه و درست. حکومت ما در قسمت بسیج مردم همکاری بکنه آقای فیضی پس از حمله ای که رخ داد واکنش های گوناگون نشان داده شد شما این واکنش ها درد خانواده های را داده دوا و فکر نمیکنم که که وقتی که ما یک اعضای فامیل خود از دست بتیم به هیچ چیز مرحمت از او شوه به هیچ نوع انوال مرحمت شوه و هیچ چیزی نیست که درد عزیز ما را کم بکنه و به هیچ چیزی نمیتونیم تانیم کوره صبر بتیم کسی را و فکر هم که خانواده که امروز شهیدایی که دادن و زخمیهایی که دادن باید از ادامه تحصیل بدن ما را اینجا یک, یک پریشانی پیش می با خاطر ازی که من فکر نمی کنم که سال آینده به کنکور محصلین زیادتر اشتراک بکنم به خاطر ازی که این وضعیتی که ما امروز دیدیم امکان داره یک بار پیش هم در پنتون کابل بالای امتحان استیج قضا دوره قضایی انتهاری شده بود تعداد زیادی از محصلین ما اونجا از پنزه حقوق و, خوخ و شرایط فارغ شده بودن او زمان هم شهید شدن و حالی هم شهید شدن بعد از ادامه تحصیل در افغانستان من حیث یک سوال برانگیز است من حیث یک یک است برای تمام مردم که آیا اینا تحصیل میکنن یا نمیکنن آیا دولت میتونه امنیت کشور بگیره یا نمیتونه هدف از امنیت چی است چرا ما اول می کلمه امنیت رو بفهمیم امنیت به معنای آرام بودن و خاطر سکون بودن و امنیت به معنای ازی که تشویش روحی و استرابی ذهنی یک انسان باید دور بکنه نه به خاطر ازی که هر روز ذهنیت ما را داخل بکنن و ذهنیت ما را از بین ببرن به خاطر بانه های این و آن فریب عوام فریبی و اصلی گپ بیارن در روی بندوزن. بندازن شما فکر کنین تمام امی طالب چیزی که هست دونست جمعش بکنین بیش از دو لک یا سه لک نفر نداره ولی ما ارقام و ملی خود جمع بکنین پیش از یک میلیون نفوس داره شما چرا نمیکنین اصلا ضعف حکومت ما ایست که با طالب در یک میز ششته و صحبت میکنه شما طالب خودتان من حیث یک حکومت قبول دارین و در رو به روش یعنی باید این صورت نمیگرفت و امروز اگر این حالت باشه اگه این حالت ادامه بده نباید میشد فواید سردگون دگون شوند یا یا ای که سم تسلیم شوند بیاین خانه است روی ماز هست, ماز باز است برادر ما بشینند باز شوند و اگر ادامه میتن دشمن کشور است و دشمن تمام مردم ملت افغانستان است هیچ ملت نمیتونه که با با همچو کارها پیش بره ببخشید من میخوام همین توسری کمی که بیشتر بکنم چرا این جنگا رخ میده بد کدام دلیل جنگ چهار ابعاد داره بیاین ما از بود پنجم برزی میگم بود پنجمش بود اقتصادی است وقتی که تو جنگ میکنی در مقابل دشمن خود طبیعی است که از روی اقتصاد میشه ما از بودجه بودجه افغانستان همه قدر است که تمام نیروهای ملی را بسیار ما دو و آباد یا سیم آباد میته ولی بازم در کل ماش میته ولی طالب قدر پول از کجا میکنه که هر کس با استفاده 600 دلار میگیره و, و در در ولایت همگی به خاطر از کم بودی وظایف است میره کلگی به طالب میشه ما سالانه تقریبا به حدود 80 هزار محصول دوباره میایم به امتحان کنکور و این امتحان کنکور و اینا بسته می پنتون کابل بمی بزرگیش 14 هزار جایگزین داره و ازی باقی مانده همه از اینا میرن به طرف مختلف کجا میرن امسال که امتحان کنکور بود 20 فیصد ازیره جذب کردن 20 فیصد ازیره مطابقی 80 فیصد از این مونده 360 هزار معسل امتحان داده بود از این هزار معسل اینا کجا میرن بالاخره آخر سرنوشت از, از این تحصیل کی میشه کجا کدام طرف میره یک امنیت درست نداریم به این کشور یک اجتماعی پاک نداریم به این کشور یک فرهنگ سازی به این کشور نشده تحصیل تحصیل کشور بسیار پایین است هیچ هیچ کسی نمیتونه که همچون یک موضوع را پیش بکنه باز هنوز از روی حکومت سبا روز ظاهر میشن بر روی تلویزیون خنده کرده میگن یک بشرمانه واری خنده میکنن میگن که امروز در حکومت هیچ گپی نیست این ای, ای فاجعه را کجا شما چطور به گپی نست. ای کاش اینجا از, امنیت کسی می بود که ما سوال میکردیم شما شش ماه آکادمی امنیت بعد از این آکادمی امنیت میخوانند وارد شدن صحنه را نمیفهمند دروازه پنتونی کابل هفت دروازه نداره چرا از دروازه های مختلف داخل نشدن ولی اگر از دروازه روبرو داخل شده نمیتونند چرا از پشت دروازه وزارت تحصیلات عالی داخل نشدن چرا از پنزه انجینری داخل نشدن چرا از پنزه های مختلفی که دروازه های دارند چرا از از پشت دروازه داخل نشدن که امروز این فاجعه رخ میده شما میفهمید این باعث شده که ما 10 سال عقب بمانیم استادا شهید شده ما جاگزین استاد نداریم امروز کجا از کجا بکنیم استاد هر کسی که علم داره بار کوچ خدای نه از این بابت بسته میکنه میره فرار میکنه از کشور وقتی که تو نتونی امنیت از کشور تامین بکنی وقتی که تو نتونی برای یک کشور صحیح به درستی اجرا درست. بکنی وقتی که تو نتونی چگونه کس مردم دیگه ای کشور ایجاب میکنه حتما یا این ای, ای کشور از ما نیست یا ما از کشور نیستیم تبیز که باید به سری خود جمع بکنیم از کشور بریم درست ممنون آقای لعب. بارها چون حملات تکرار شده بر نهادهای آموزشی حتی اماکن مقدس هیچ کس در هیچ جای کابل و ولایات افغانستان مسئولیت ندارن از دید شما حالا که معاون نخست رئیس جمهور هم میگه که استخبارات ناکامی استخبارات است چرا نتونستن که اصلاح کنن چرا نتونستن که تغییر بیارن زما په ان باندې د 10 سال د چې خپلوا باندې باندې تورګنونه جواب کی خو فکر کوم مسولیت پذیری په د هیواد کې ډیر کمزوره کلتور ده او کار اهلی کار ته مسپرل دا یو بلستون زده فساد بلستون زده کته سو فکر وکي د غره پڅوک ک چېر ته یو کور څوک جوړی غیر قانوني نو د کوړتادو بینيخه ال د دولت ټول استخباراتي او امنيتي اورګن ورته سرته ولاړوي خو کپدغه یو لوی په هنتون باندې دغه یو په پا پاجيره منستکیږي د غېد مخنيوي لپاره بیا هيسو کلاس په کار کیږي دا هغه څه دي چې زمنګ وختمنانو قدرت په لاس کې اخسته دي د دې تعهد سپارله دي چې د ولس د مال د ژوند د سر د هر څه حفاظت وکړي او په دغه کې دوی تر اوسه پورې ناکام راغلي دي حتی تاسو ګورئ چې د 50 روپۍ موبایل لپاره یو انسان یو ځوان وجلکیږي د یو موټر د اختطاب د تختهولو لپاره یو ځوان ځوان وجلکیږي او په دغه په د کابل کې نور ولایتونه خو پریک د په کابل کې د غلا او د لاسه د خلک د شپې د ماخام نوست د کورونو نشراوتل دا ټول هغه څه دي چې دولت باید په خپلوا کړه نو باندې اعتراف وکړي نپازیه د دې چې غټي غټي داوی وک او د دې لپاره د حل لارې باید ورو بس کدی په خپل نه پيګل د دې لپاره باید متخصصین د نور نړيرو ورغښدغه چې وضعیت سره امنیتي وضعیت سره موږ مخيو د دې د وقي د لپاره بنڅکول شي دلته وګوري په په ساوو مشاورین او پر لوی غزا په ماشونو او په امتیازاتو باندې ستخدام شوی دی وال کار هیڅ نه لري مسولیت هیڅ آتا نه لري جواب دی هیڅ آتا نه دی خوده بیت المال پیسې پاغي مصرفيږي هغه پیسې چې په څلور 500 مشاورینو مصرفيږي چې هیڅ نتیجه او د ولست په درد باندې نه خوري هغه په بهرانه متخصصینو مصرف شي چې دلته راشي تر سو پورې د دې سره په امنیتی مسائلی که مرسته کی او د دغه سي پاجيو مخکې د پیښدونې د وقایه وکړي حالا آ... آقای لال اینجا نیروهای خارجی هم هستن به شمول ناتو نیروهای امریکایی که همواره در آموزش و نیروهای امنیتی افغانستان کمک کردند از دید شما اونا چرا نتانستن که در این زمینه نهادهای افغانستان را حمایت بکنن مخصوصا نهادهای استخباراتی را تا بتانن مهار بکنن چون این حمله ها را. تر کومه هدف وری چې مونږه اطلاع لرو مونږ په دې باندې په یوه د خپل تجربه مخه نه هغه یوازې د جنگ ټریننګ ورکړي او هغه د جنگ د ټریننګ د لپاره خلک تربیه کوي چې داسره کوم ته وکړي هغه د هغه تاکتیکونونو د هغه پالیسوی نه د امنیتي پالیسوی نه او د امنیتي میکانیزمونو نه هغه کار نه کوي دغه په افغانستان کې د سونو سپارټونو په د کابل کې ګوري په دې کې هیڅ داسې وړ پرد نشته چې هغه دغه هوا د استخباراتي وګړنی یعنې د استخباراتو پورې اړوند نه وي خو ولې په خوښنۍ سره دلته د ټوله نړۍ استخبارات شتون لري په دینوم باندې شتون لري چې د افغان حکومت او د افغانانو سره مرسته وکړي تاسو وګورئ چې په شلو کلونو کې داسې پیخه محرشه ویدہ دا یا داسې پیخه وقیعه شویدہ زي او مثال د چاره زنبق د پیخه تاسو درکوم چته دې هدا پوری د جرمني سفارت افغان حکومت ته معلومات ورکړي چې څلور ورځې وروسته به حمله کوي د یو یو داسې ټانکر کې به کوي او, او په داسې شکل به کوي د دې مشتونه د دې حمله په انتظار کې او معلوماته به حکومت ته ورکړي ولې د دې معلومات نه ورکړي چې دغه ټانکر په کوم کور کې ولاړ دی د دې معلومات نه ورکړي چې دغه ټانکر به د غلار روان د تاثیري وقایې وکړي دلته هغه اړین ااستخباراتي معلومات دا دا کوم دي اغه هیڅ کله زماګه د دوستی په نوم باندې کوه ودو نه جدل تر راغلي دي اغه زماګه د استخباراتي اورګانونو سره یا زمنګ د حکومت سره د امنیتي اورګانونو سره نشری کوي کوم چیز موږ په درد باندې خوړي دا یوازې زماګه دلته راغلی د کډید پر راغلی و تاسو فکر وکړو چې ازبرای خدا قداس زینو کې پیخه اول اغه زینو ته رسیدګی کول انټرکانټینټل هوټل وګورات امنیتی غټ غټ بیسونه ارګ وګورات د ارګ د د د اغه یو قتچه د قتې خاص دی د چپ څوپو نمبر د قتې د چې اغه بې برېدون وګورات دا ټول هغه څه دي چې تورریستان په اسانۍ باندې کول شي په هر زیاته چې وګړي الته ځان رسول شي د پخپله باندې دوی نشي رسول دا عمدلته هغه د تور گاړو شیشو والے گاډي دي او هغه بې نمبر پلیټه گاډي دي او هغه څه دي چې په هغه سره د پغې باندې پولیسو زور موند رسیدي دا هغه د شهدا ترستان دغه سيزینو ترسي او پاسانی باندې بیا غيال تخپل ادب ترسيږي او هغه عمل انجام کیږي ممنونته اګه منصف چره حکومت ناتوانسته ازنیو حضور نیرافای خو جی استفاده وکنه ناتوانسته ک نهادҳои امنیتي ر تقوییت کنه نهادҳои استخباراتي ر تقوییت کنه و جلا او چونین حملات را بگیره ببینید مطابق پیمان موافقتنامه امنیتی که حکومت افغانستان با ایالات متحده امریکا و سایر شریک که در بخش ناتو از دارن اونها درست دریج در عمل نکردین. اگر مقدار پولایی را که کمک کردن به شکل از اشکال دوباره افراد خود را بیشتر اونها دریج در استخدام کردن شما ببینید یک مشاور خارجی کنوا استفاده میکنن پولش چقدر می باشد و حسابگوی هم نیستن به هیچ کسی اما بازرس امریکا که بعدا اعلان میکنه وقتی که شما متوجه شوی بیشتر مصارف خود خاریجا کردن یعنی اونها به این شکلی که ایجاب میکرد که نیروهای امنیتی و دفاعی ما را اونها تعلیم و تربیه بدن نکردن یعنی به ببینین زمانی که اونها فعلا خارج میشن در حالی که در موافقتنامه امنیتی آمده است که تاسیسات را باید که از به حکومت افغانستان بسپارن تجهیزات خود را و اختیار دارن که اونها را میبرن با خود یا میمانن از این که ضرورت دار افغانستان باید باننش ایران را میرن به پاکستان میتن یعنی اونها هدفشان این نبوده است که چرا از دید شما حکومت نتانسته که در همین عرصه خارجیان را متقاعد بسازه یا حداقل صدا بلند بکنه یا بر ملت افغانستان بگوید که جریان اما موافقت نامه با در نظر داشت شرایطی که دو ذکر شده هر دو طرف ملزم می سازد که به او عمل کنند تا زمانی که فسخ خنش قرارداد امنیتی که دو تذکر رفت ولی جانب مقابل حکومت افغانستان که در روز امضا کرده است ناتو اونها عمل درست در این قسمت نکردند شما ببینید اول که اینا آمدن پروسه دایا که شروع کردن که همی مردم که از غیر سلاشه بعد از که از کارهای نمایشی کردن به که آل ببینیم پلیس محلی را فعال کردین یا خیزش های مردمی را فعال کرد این کار خوب است بد نیست ولی امور هم که در یک چوکات فعال کنن چرا نیروهای امنیتی و دفاعی ما را اینا را بالا نمیبرند تعدادشان در یک چوکات چرا اینا را کس تقویه نمی کنن؟ که اینها در آینده باید بتانن از این وطن دفاع بکنن یعنی خ... اراده ای وجود نداره از طرف خارجی نه خیر ها؟ فقط خارجی ها به خاطر از اینکه کار باید بکنن که آ... یعنی پیش ملت خود پیش مردم خود بگن که ما دفع کردیم ما نیروها را که در اوج فعلا کارهایی که فعلا جریان داره بخشای کمپاینی از ایالات متحده آمریکا که بعد از انتخابات دیده شود چه پلانهای باز اونها روی دست دارن حالا و فکر کنید در وضعیت فعلی افغانستان صحبت هایی را که داشتن یا واکنش هایی که نشان داده شد مثلا همچنان در مورد از این دبیر کل سازمان ملل هم این حمله را سخت نکوهش کرده در کنار از این ظلمه هم این حمله را وحشیانه خوانده فکر میکنین که چرا با وجود که چون این حمله تقبیه میشن وحشیانه خوانده میشن واکنش نشان داده میشه ولی در جلوگی از آن به حکومت افغانستان کمک صورت نمیگیره ما فکر میکنیم این حرفا فقط به لفظ به زبان گفته میشه یعنی شعارهای لفظی است عملی نیست اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد در 24 سال سال در افغانستان میاد زمانی که در افغانستان بالای طالبا املکت تا دا چقدر وقت که حکومت طالبا را سقوط داد و بسیار وقت کم ولی فعلا چرا پروسه صلح را به کندی پیش میبرند اونها نمیخوان که در افغانستان صلح بیاد به شکل واقعیش اونها نمیخوان که در افغانستان و شکل درستش امنیت باشه فقط امی بازی های استخباراتی است که اونها ادامه میتن ولی دریج بیداری مردم افغانستان و حکومت افغانستان ضرورت است درست ممنون چون آقای فیضی از دید شما در چنین شرایطی که هر روز شاید حملات هستیم شاید کشار غیر نظامیان هستیم میتونه مردم باورمند به این باشه که صلح میایه؟ ابتدا پیش از ای که ما این سوال جواب بتم سوالی که شما از جناب لالای صاحب کردین ما میخوایم این جواب بتوم که آیا سازمان ها در این رابطه کدام عملی را انجام میده یا نه میخوایم در این رابطه ما بیشتر کمی توضیح بتم ما بیش از 2000 سازمان داریم و افغانستان در این سازمان ها راجستر شدهش تقریبا در حدود 86 سازمان است که من جمله بزرگترین سازمان از این سازمان ملل متحد است که پدر سازمان ها نامیده میشه این سازمان است و سازمان ملل متحد چند شبهه داره یک جبهه است که تامین امنیت بر کشورهای عضو و بودن صلح در سراسر سر کشورهای جهان ما پیش از 50 سال قبل ما عضویت از این سازمان داشتیم که علا حضرت عضویت از این سازمان گرفته بود در سال 1920 وقتی که ما عضویت از, از این سازمان گرفته بودیم آیا در افغانستان این سازمان متوجه نبود که چی جبهه روان بود؟ آیا این سازمان متوجه از این نبود که این کشور نیاز به صلح داره؟ برعکس از اون میگذره میاییم به اینجا وقتی که در سال 2012 پیمان امنیتی امضا شد آیا بر از این متوجه ما نبودیم که چون این حالت به روز میایم؟ از او میاییم؟ از اون هم میایم چند سال پیش که همه ما و شما شاهد هستیم که خیمه لوی جرگم دایر شد و جناب کرزی سر از پیمان استراتژیک امضا کردنش انکار کرد گفت من امضا نمی کنم به خاطر چی که به خاطر از اینکه اینجا گینا مسئولیت قضایی خواسته بودن نه مسئولیت جزایی فرق بین مسئولیت قضایی و جزایی زمین و آسمان فرق داره جزایی به ایمانا که از یک حوزه به دیگه حوزه میتونی او را محکمه بکنی ولی قضایی به ایماناست که تو نمیتونی که کشور ادبای خارجی را یا امی کسایی که در این کشور من به خاطر تامین از این کشور او رو نمیتونید این کشور اگر کدام جرمی هم انجام بدن نمیتونید او را محکمه بکنی مسئله دیگه که این بود که امضا نکردن به خاطر از این چنین روزی بود که گفت اگر سر ما بالای ما کدام عملی میشه تو باید از این جوابگو باشی ما بودا که در خانه چشته باشی آیا ما بیس نداریم در که وزیر اکبر خان نمیتونه بیس آمریکایا تا اونجا برسه بسیار زود میتونست برسه چرا نمیخواستم انجام بده چرا که گفتن ما دیگه دا امنیت داخلی دست نمیزنیم مربوط خودتان میشه امنیت داخلی پس که مربوط خود ما میشه چرا بودیجه را برای هر دو طرف میگذاری چرا بودیجه را هم برای کشورم میگذاری هم برای مخالفینی کشورم میگذاری چرا به خاطر همی از اینا تا امتیاز بگیرن بالای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که انقریب در نوامبر ختم میشه استراتژیک در برابر افغانستان تغییر میخورن و پیمان استراتژیک افغانستان هم هم به خاطر از شما میگن که این حملات هم رفت میگیره به این مثلا دقیقاً دقیقاً همه از اینا رب داره ولی اگر بخواین اینا دوباره برنده شون این یک حالتی است که بر تمام دست. مردم خودان میخواین نشان بتن که ما اینطور یک کاری را انجام دادیم به این شکل ما میخوایم که مهار بکنیم و اگر ما نباشم اگر ما نتونیم در این سر قدرت امروز باشیم این در خانه خودتان میای بالا خودتان عمل میکنه و امیج است که مردم بگونای ما کشته شده میره و پاسخگو اینجا کسی نداره پس دوباره استاد میشن میگن بسیار زیاد میبخشن ما نتونستیم ناکام ماندیم ناکام دادی استفاده برای همین روزی که هر کسی که در در بس امنیتی قرار بود از عامر قندک گرفته از قماندان گرفته تا پایین تا رئیس امنیت تا تا مامون صاحب اول که خودشون ازال شوه باید همه از اینا استفاده بتا قتل خونی بگونا جواب دادن برای شما هیقدر آسان است درست. یا فکر کردین که افغانستان هم بیان که تیر خدا نبیاریم همگی کشته بشه ما فقط آرام باشیم همه از اینا خانواده شون ده کجاست چرا اولاد بیگونا کشته میشه که خانواده از اینا نیست داخل افغانستان باید جوابگو باشن اینا باید پاسخگو باشن بدون پاسخگو در غیر از این صورت ما مظاهره بزرگ در درام میندازیم و بالای حکومت باید پاسخگو باشه درست آقای لال این وضعیت تا چه زمان در افغانستان ادامه پیدا میکنه تا چه زمان شاهد چنین حملات و کشتار در افغانستان خواهیم بود در استراتیجیک سوال ده تر پوری او افغان په فکر باندې کار نیويشوي افغان دا درکړې نيوي چې موږ په دغه جغرافيې کې اوسېګو دلته موږ ټول مسلمانانيو ټول افغانانيو ټول مليتونه سره ورورونه دي او ټول د یو ونيښا خو نه دي او یو بل تمرور ني ویل د دشمن کليمم د منځ د تل لپاره نه لري کړې او په ملي یووالي وحدت باندې سره نور ټول شوی منګبه د دغه سینا خلاص سره هر ورځ لاس پکريوانیو تاسو فکر وکئ چې پرون په دغه پونټون باندې عمله وشواله دلته نه امریکای راغله و نه پاکستانی او پنجابی راغله و نه ইরانی راغله و نه بلکوم خارجي راغله و خو همدا افغان چې نه نووتل افغان په خپل لاسونو باندې وژلو هیڅ رحم یې پیونه کړلو چې دیو دنیا په هیڅ قانون کې دغه څه وژل نشته حتی د ځنګل په قانون او د حیواناتو په منځ کې دغه څه وژنه نه کیګلکه پاره چې د کابل په په هنتون کې او یوه د دینه دی مخکې چورته پیښ شوې دي چې افغان افغان وژل دي مسلمان مسلمان وژل دي په هیڅ قانون کې د دې لپاره توضيح نشته دي نورغ نو په دې کې چې زمنګه یا وزنې د نجات او د حلاره حل چده اغه زمنګه په مليوالي کې ده او تیر bait سره هیر کو یو بل وزغمو یو بل اومنو نو د اری په سورته کې به موږ د ټولو نخلو نخلاسي ګرالو په دې کې چې خارجيان خبره منکو خارجان تاسو ګوري اغه دلته زمنګ د پاره نه دی راغلی بیا بیا امریکا خپل خلکو توایید امریکا حکومت چې موږ افغانستان ته تللی یو خو د امریکا امنیت دلته ساتو د امریکایي شهریانو امنیت په امریکا کې ساتو اروپایان همچنان اغه دلته خپل موخه دي پر راغلي دي اغه دلته من دي پار نه دي راغلي چې منګه امنيت وساتي یا دلته امن راولي یا دلته سوله راولي دا اغه خپل استراتیجک غټي دي اقتصادي دي سیاسي دي निजामي دي اغه خپل غټو پر راغلي دي خو دا سوند ما مسولیت ته د افغان مسولیت څومره د چيز په دغه حساس شبکه اجرا کم کم منته پاکستان یا بحرانيان یا دایش یلکدا یا, یا ایران ټوپک راکې دا ټوپک ماشه خو بل څوک نشته لولګي خو سر نشته راتلکان دغه افغان چلوې کنا افغان ولې نه پوي افغان دا د تلويخ سره پاس څلوي خلا د ناورینچ بدبشری ناورینچ را روان دي ایا د درک نکړو دغه ترخو لوړو جوورونه ایا د تیر نشول ایا هیڅ ذکر آموزشه دینونه نکړو دوی به کل را ویخيږي دوی ګوره چې هر ورځ د قرآن سوزول کیږي هر ورځ په مسجد او په مکتب او په جنازو باندې حمله کیږي هر ورځ د خدای تعالی پر وړاندې باندې ګستاخی کیږي د قرآن پر وړاندې کیږي د پیغمبر او د حدیث پر وړاندې کیږي د پارانسیټریس جامور پر وړاندې را پورته کیږي ولې په د خپل ملک د قران سوز او الکیږي پدې وخت ملکه د بیګون انسانان خزه ماشومان بډاګان مریضان بیګونه کتليږي ولې دا ولست نه راپورته کیږي تر هغه پوري چې دا ولست نه یې راپورته شوه او په ملی وحدت په سراسر په ټول افغانستان کې نه یې راپورته شوه او هغه بدبخت جګړمارو ډلو ته یې کرخ نه یې راخلې سری او هغه ته هغه خپل حدود نه معلوم کړی هیڅ کله د سولې دلته پد پد په سوال باندې نه راضي او سولې په بازار کې نه خرڅي کې چې موږ ته سوکرا وړي دا ولسمه را پاتېږي او دا سولې په خپلوس لاسونو باندې را وړي دا اوسې دي سولې باخان هغه کوم سمبلی خبري روان دي دا صرف موږ ته په سرو کې خبري اچول دي او موږ غولې موږ هاګه کیسوله غواړو موږ دې سولې حقيقي خبري غواړو نو موږ ته دا سولې خبري دې منلو وړ نه دي نه دي حکومت او نه دي طالبان اقای منصفه زيد شما چی میتوننه ان گونه جنگ ها را پایان په توسل سره ب افغانستان یگانه رای هر شکست که کی اجماع ملی و بین المللی دایر شود در ارتباط به صلح البته هدف ما از اجماع ملی است که در خود هم درون حکومت ما مشکلات وجود دارد در ارتباط به صلح شما ببینید که تا فعلا اعضای شورای عالی مصالحه اونها اعلان نشدند از جناب رئیس جمهور که یک تعداد معرفی کرد جانب مقابل که جناب دکتر سبب دلاز او نپذیرفت یعنی یک نوع اختلافات در درون حکومت ما هم فعلا وجود دارد و در جانب طالبان میبینیم بحانه های مختلف وجود دارد بنان اول باید ما اجماع ملی در خود داشته باشیم باید اجماع بین المللی بین المللی به این که همه ای کشورهای زیدخل در قضیه افغانستان در ارتباط به آوردن صلح باید اونا همکاری بکنیم علال خصوص علال خصوص همه کشورهای همسایه ما در این صورت که اجماع ملی و بین ملی ما داشته باشیم با صلح آورده میتونیم در غیر از صلح نمیاد در کنار صلح می در مورد آتش بس هم اشاره کنیم که چه زمانی میتونه آتش بس تامین شود ببینید یکی از شرایط صلح آتش بست است و در شریعت اسلام در شرایط صلح که شما مراجعه میکنید شرط اولش که از رفع نزاع یعنی هر دو طرف باید نظاره متوقف کنند وقتی که نظار را متوقف کردن با روی موضوعات صلحه که از بحث میکنند طبعا در صلحه که از جانبین گذشت باید داشته باشند فعلا صلح که روان است این صلح نیست این در حقیقت امتیاز طلبی دست. است و از یک طرف جنگ روان است از دیگر طرف روی مسئله صلح شرط اول و اساسی صلح آتش بست است که باید او صورت بگیرد درست ممنون آقای فیزی خیلی کوتاه از دید شما چی میتونه به این گونه قتل ها و این گونه حملات پایان بده؟ آب. ما فکر میکنم تا خود مردم تغییر نخوره خود ما تغییر خود نتیم و هیچ گونه پایان نمی رسیم از سال 2013 به ما تقریبا در حدود 14 هزار از دست دادیم و یک فاجعه بسیار بزرگ است امکان داره این 14 هزار کسایی باشه که این کشور نجات می داد از این بحران کسایی بود که ذهنیت های انسان تغییر می داد کسایی می بود امکان می داشت که کشور از این اوج بحرانی می به جای دیگه می برد حالا شما فکر بکنین خود ما همه ما فکر از رو باید داشته باشیم که باید خود تغییر بتیم ابتدا هر کسی که میگه که ما باید کشور تغییر بتیم ابتدا خود باید تغییر بتا ن... وجد... یک کلمه را میخوایم بگویم آ... وجدان خودان قاضی قرار بتن و در مقابل خود صادق باشند تا بتانند خون مردم بگونا را در روز آخرت جواب گو باشن ممنون از حضورتان آقای فیزی، آقای لال و همچنان آقای منصف ممنونتو.